یونایتد یک سیتی سه شاگردان پپ در اکادمی فینال جام اتحادیه. نیمار نه، بارسلونا ستاره انتر را میخواهد. تا انتها این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. یونایتد یک سیتی سه شاگردان پپ در اکادمی فینال جام اتحادیه. منچستر سیتی در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه در خانه منچستر یونایتد با پیروزی 3-1 رسید و گام بلندی به سوی دیدار فینال برداشت. شاگردان پپ گاردیولا با ارائه یک نمایش حساب شده در همان نیمه اول 3 بار دروازه حریف را باز کردند و در نهایت توانستند به یک پیروزی شیرین برسند. دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و در دقیقه 8 منچستر یونایتد بود که صاحب اولین موقعیت جدی بازی شد، اما مدافعان سیتی به هر ترتیب ممکن مانع از باز شدن دروازه تیمشان شد. در ادامه این سیتی بود که بیشتر مالکیت توپ را در اختیار داشت، اما بازیکنان این تیم در ایجاد موقعیت روی دروازه منچستر یونایتد توفیق چندانی نداشتند، تا اینکه در دقیقه 17 برناردو سیلوا روی یک حرکت انفرادی دروازه منچستر یونایتد را باز کرد. این ستاره پرتغالی که با پاس کایل واکر در سمت راست صاحب توپ شده بود، بعد از یک حرکت عرضی با شوت دیدنی توپ را به تاق دروازه دیوید دخیا کوبی تا سیتی 1-0 پیش بیفتد. در ادامه باز همین بازیکنان سیتی بودند که ابتکار عمل را در دست داشتند و چیزی نمانده بود که در دقیقه 24 به گل دوم برسند، اما استرلینگ روی حرکت عالی واکر صاحب موقعیت شده بود و ضربه پیاپی زد که هر دو توسط ویکتور لندو و فیل جونز برگشت داده شد. در ادامه بازیکنان منچستر یونایتد تا اندازه پیش کشیدند و صاحب یک دو موقعیت نصف و نیمه شدند، اما این سیتی بود که در دقیقه 33 به گل دوم رسید. این بار برناردو سیلوا در نقش گلساز ظاهر شد و پاس در عمق او ریاض محرز را صاحب موقعیت کرد. ستاره الجزایری هم بعد از پشت سر گذاشتن دقیا با یک بغل پای ساده اختلاف را 2-2 کرد. یونایتدی ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند پیش کشیدند و در دقیقه 37 می توانستند یکی از گل های خورده را جبران کنند، اما میسون گرین وود نتوانست از فرصت بسیار خوبی که راشفورد ایجاد کرده بود استفاده کند و با یک ضربه بد این موقعیت را از دست داد. در مقابل این سیتی بود که در دقیقه 38 به گل سوم رسید. این بار هم روی یک ضد حمله بود که دی بروین با دخالت محرز صاحب توپ شد و بعد از گذاشتن فیل جون ضربه زد که توسط دخیا برگشت داده شد، اما توپ برگشتی به پری را برخورد و یک گل به خودی شکل گرفت. فشار حملات سیتی در دقایق باقی مانده نیمه اول ادامه پیدا کرد و چیزی نمانده بود که تیم در همان نیمه اول به گل چهارم برسد، اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت سیتی با برتری 3-0 بر رختکن رفت. نیمه دوم را هم دو تیم متعادل آغاز کردند، اما این سیتی بود که می توانست در دقیقه 54 به گل چهارم برسد، ولی این بار ضربه ریاض محرز به تیر دروازه برخورد کرد. در ادامه این بازیکنان منچستر یونایتد بودند که ابتکار عمل را در دست گرفتند، اما در ایجاد موقع توفیق چندانی نداشتند. در مقابل این سیتی بود که در دقیقه 69 روی حرکت مرز صاحب موقع شد، اما ضربه او را دخیا مهار کرد. یک دقیقه بعد این منچستر یونایتد بود که یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. این بار روی پاس گرین‌وود بود که راشفورد با براوو تک به تک شد و با یک ضربه دقیق اختلاف را به 2 گل کاهش داد و در نهایت بازی با برتری 3-1 سیتی به پایان رسید. نیمار نه، بارسلونا ستاره انتر را میخواهد. کالچو مرکاتو خبر از تمایل بارسلونا برای جذب لاوتارو مارتینز مهاجم 22 ساله و آرژانتینی انتر داد. در روزهای اخیر دوباره اخبار زیادی در مورد احتمال بازگشت نیمار ستاره 27 ساله و برزیلی پاریس سن ژرمن به بارسلونا شنیده شده است. بعد از گذشت 3 فصل حضور در پاریس، نیمار میتواند در صورت عدم مبادرت به تمدید و با استناد به بند قانونی فیفا با رقمی که این نهاد بین‌المللی تعیین میکند راهی بارسلونا شود، اما به نظر میرسد جذب نیمار اولویت بارسلونا نیست و آنها تمرکز خود را روی انتقال لاوتارو مارتینز ستاره آرژانتینی و گلزن اینتر قرار دادند. لاوتارو که تا اینجای فصل زوج فوق العاده را در کنار روملو لوکاکو تشکیل داده و موفق به زدن 14 گل شده است، بازیکن مورد علاقه لیونل مسی به شمار می آید و همین امر احتمال انتقال او به نوکمپ را افزایش داده است. بند آزادسازی 111 میلیون یورو در 2 هفته ابتدایی تابستان در قرارداد لاوتارو مارتینز با اینتر وجود دارد و به همین دلیل بارسلونا قصد دارد زودتر توافق کرده و پیش از افزایش این رقم مقدمات انتقال لاوتارو مارتینز را به این تیم فراهم کند. پست تخصصی لاوتارو مهاجم نوک بوده و بارسا امیدوار است او تبدیل به جانشین خوبی برای لوئیس سوارز مهاجم پا بسیم گذاشته بلوگرانا در سالهای بعد شود. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.